ممکنه تا به حال برای شما سوال به وجود اومده باشه که توی دنیای الکترونیک و قطعات الکترونیکی سی ها میکروپروسسور هایی که خدمتتون معرفی کردیم به چه صورت عملیات های منطقی و حسابی را انجام میدن و به چه صورت میتونن تصمیماتی را بگیرن. تو این قسمت میخوایم در مورد این قابلیت سپیه ها و میکروپروسسورها ها یک سری توضیحات کوتاهی برای شما داشته باشیم به طور کلی میکروپروسسورها و سی ها از طریق زبان ماشین متوجه میشن که باید چه دستورالعمل هایی را انجام بدن یعنی چی یعنی ما دستورالعمل های یک سی رو یک میکروپروسسور رو از طریق زبان ماشین به این تراشه به این سی می میفهمونیم ما میان بر اساس این زبان ماشین بهشون مشخص میکنیم که در صورت اتفاق افتادن این حالت این تصمیم رو بگیرن عملیات حسابی منطقی رو به چه صورت انجام بدن حالا این زبان ماشین چیه؟ زبان ماشین که یه مجموعی از دستور العمل هاست که این دستور العمل ها هر کدوم یک کار خاصی رو انجام میدن و خود این دستورالعمل ها از کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از صفر و یک تشکیل شده. بس دوباره یک جمع داشته باشیم. ما صفر و یک های بسیار زیادی رو با تعدادهای متفاوتی بر اساس یک قانون خاصی کنار هم قرار میدیم تا یک دستورالعمل رو ایجاد بکنیم. حالا این دستورالعمل بسته به اون عملیات مدنظرمون داره. اون شرط مدنظری خودمون رو داره. این دستور عمل که ساخته شد اون رو به سی پیو منتقل میکنیم و سی پیو متوجه میشه که باید با این حالت چه خروجی رو داشته باشه که دا دستورال عمل مد نظر ما پیاده بشه به این مجموعه ای از دستورالعمل هایی که از صفر یک ها تشکیل شدن زبان ماشین میگه ممکنه سوال براتون به وجود اومده باشه که این صفر یک قرار دادن ها بر چه اساسی هستش راهی هستش که ما این صفر یک قرار دادن ها رو کنار هم قرار دادن ها رو یاد بگیریم و از اونها استفاده بکنیم بعد خدمتون عرض بکنم که این صفر یک قرار دادن ها به علت پیچیدگی که دارن خسته کنندگی حالتی که دارن چون همه شما دارید با صفر یک یک سری دستورات رو پیاده میکنید و امکان وجود خطا در آنها بسیار زیاده، تقریبا هیچ برنامه نویس نمیاد به صورت مستقیم از زبان ماشین استفاده بکنه. یعنی اون دستورالعمل هایی که بد نظرش یک برنامه نویس نمیاد بر اساس صفر و یک های متفاوت برای ماشین تعریف بکنه، برای یک سی پیو تعریف بکنه. میاد از زبان های سطح بالاتر استفاده میکنه. زبان های سطح بالاتر یعنی چی؟ زبانی که از زبان ماشین نسبت به زبان انسان نزدیکتر باشه به زبان, انش... به زبان انسان رو زبان سطح بالاتر میگن که برنامه هایی که ما می نویسیم زبان های برنامه نویسی که در حال حاضر شما در دنیا اطراف خودتون مشاهده میکنند از زبان برنامه نویسی سی،, سی،, سی پلاس پلاس HTML و موارد دیگه ما میتونیم اینها رو زبان های سطح بالاتر بدونیم حالا زبانایی مثل اسمبلی رو هم داریم که اونا کمی ساختارشون متفاوته پس یه برنامه نویس یک شخصی که میخواد این دستور رو برای سی پیو مشخص بکنه بعیده که بخواد به صورت مستقیم از زبان ماشین که یک حالت صفری که هست استفاده بکنه میاد از طریق این زبانهای سطح بالاتر کد خودش رو دستور عمل خودش رو تعیین میکنه حالا چطور یک ماشین یک سی این زبان سطح بالاتر رو متوجه میشه این مثلا یک ارتباط دهنده هایی هستن یک سری نرم افزاره هستن که دستور و هایی که ما به زبان های سطح بالاتر نوشتیم رو به کد ماشین ترجمه میکنن دقیقا مثل یک مترجمی هستن که یک زبان دیگر رو به زبان دیگه ترجمهش میکنن اونها میان این کد های سطح بالایی که برای ما بسیار راحت تر هست نسبت به استفاده از زبان ماشین رو میگیرن و بر اساس اون الگوریتم هایی که برای اونها تعیین شده میان این زبان سطح بالاتر رو به کد ماشین تبدیل میکنن و ما به راحتی میتونیم یک سی پیو رو یک ماشین رو بر اساس دستورالعمل هایی که به زبان ما نزدیکه و هر لحظه داره نسبت به این کد که در دنیای تکنولوژی موجوده نزدیکتر میشه میتونیم به راحتی اینها رو تبدیل به سفر و یک بکنه ما میتونیم استفاده خیلی راحتی از اونها داشته باشیم و ماشین مد نظرمون رو بر اساس اون خروجی که مطلوب ما هستش اداره بکنیم